فصل 22 عید فطیر که به فسح معروف است نزدیک می شد. سران کاهنان و ملایان در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت می‌گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فطیر که در آن قربانی فصح بایستی ذبح شود فرا رسید. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فصح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند: کجا میل دارید تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد: گوش بدهید. به محض اینکه به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. وقتی ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر سفره نشست و به آنان فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فصح را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فصح در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید. چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد، من دیگر شراب نخواهم خورد. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یادبود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله ای را به آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه ای بستم و این پیاله نشانه آن است. اما بدانید که دست تسلیم کننده من با دست من در سفره است. البته پسر انسان چنان که مقدر است به سوی سرنوشت خود می رود، اما وای به حال آن کسی که به دست او تسلیم می شود. آنان از خودشان شروع به سوال کردند که کدام یک از آنها چنین کاری خواهد کرد. در میان شاگردان بحثی در گرفت که کدام یک در میان آنان از همه بزرگتر محسوب می شود. عیسی فرمود: در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حکمروایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند. اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. زیرا چه کسی بزرگتر است؟ آن کسی که بر سر سفره می نشیند یا آن نوکری که خدمت می کند؟ یقیناً آن کسی که بر سر سفره می نشیند. با وجود این، من در میان شما مثل یک خدمتگزار هستم. شما کسانی هستید که در آزمایش‌های سخت من با من بوده اید. همانطور که پدر حق سلطنت را به من سپرد، من هم به شما می سپارم. شما در پادشاهی من سر سفره من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران 12 طایفه اسرائیل بر تختها خواهید نشست. ای شمعون، ای شمعون، توجه کن.
شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید، اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. شمعون جواب داد: ای خداوند، من حاضرم با تو به زندان میفتم و با تو بمیرم. عیسی فرمود: ای پتروس، آگاه باش، امروز قبل از آنکه خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی. عیسی به ایشان فرمود: وقتی شما را بدون کفش و کیسه و کوله بار روانه کردم، آیا چیزی کم داشتید؟ جواب دادن: خیر. به ایشان گفت: اما حالا هر که یک کیسه دارد بهتر است که آن را با خود بردارد و همینطور کوله بارش را، و چنانچه شمشیر ندارد قبای خود را بفروشد و شمشیری بخرد. چون میخواهم بدانید که این پیشگویی کتاب مقدس که میگوید او در زمره جنایاتکاران به حساب آمد باید در مورد من به انجام برسد، و در واقع همه چیزهایی که درباره من نوشته شده در حال انجام است. آنها گفتند: خداوند، نگاه کن، اینجا دو شمشیر داریم. ولی او جواب داد: کافی است. عیسی بیرون آمد و طبق معمول رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقتی به آن محل رسید با آنان فرمود: دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. عیسی به اندازه پرتاب یک سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد: ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته ای از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره‌های خون بر زمین می‌چکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد، آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود: خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از وسوسه ها دور بمانید. عیسی هنوز صحبت می‌کرد که جمعیتی دیده شد و یهودا یکی از آن 12 حواری پیشاپیش آنان بود. یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد، اما عیسی به او فرمود: ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می‌کنی؟ وقتی پیروان او آنچه را که در جریان بود دیدند گفتند: خداوندا، شمشیرهایمان را به کار ببریم. و یکی از آنان به غلام کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. اما عیسی جواب داد: دست نگه دارید. و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند و مشایخی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود: مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی حکم فرماست، ساعت شماست. عیسی را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. پتروس از دور به دنبال آنها می آمد. در وسط محوطه خانه کاهن اعظم عده آتش روشن کرده و دور آن نشسته بودند. پتروس نیز در بین آنان نشست. در حالی که او در روشنایی آتش نشسته بود، کنیزی او را دید و به او خیره شده گفت: این مرد هم با عیسی بود. اما پتروس منکر شد و گفت: ای زن، من او را نمی شناسم. کمی بعد یک نفر دیگر متوجه او شد و گفت: تو هم یکی از آنها هستی. اما پتروس به او گفت: ای مرد، من نیستم. تقریبا یک ساعت گذشت و یکی دیگر با تأکید بیشتری گفت: البته این مرد هم با او بوده، چون که جلیلی است. اما پتروس گفت: ای مرد، من نمی دانم تو چه می گویی. در حالی که او هنوز صحبت می کرد، بانگ خروس برخاست و عیسی خداوند برگشت
و مستقیماً به پتروس نگاه کرد و پتروس سخنان خداوند را به خاطر آورد که به او گفته بود. امروز پیش از آن که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پتروس بیرون رفت و زار زار گریست. کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند او را مسخره کردند، کتک زدند، چشمانش را بستند و می‌گفتند حالا از غیب بگو کی تو را می‌زند، و به این طرز به او اهانت می‌کردند. همین که هوا روشن شد، مشایخ قوم، سران کاهنان و ملایان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند به ما بگو آیا تو مسیح هستی؟ عیسی جواب داد اگر به شما بگویم گفته مرا باور نخواهید کرد و اگر سوال بکنم جواب نمی دهید. اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست. همگی گفتند پس پسر خدا هستی؟ عیسی جواب داد خودتان می گویید که هستم. آنها گفتند چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم.